مسئولان در اتاق صنایع و معادن کشور میگویند که تاجران و سرمایه‌گذاران با مشکلات برق و نبود بازار در داخل و خارج از کشور روبرواند. مسئولان اتاق صنایع و معادن گفتند تا زمانی که افغانستان به برق و انرژی ثابت دست پیدا نکند، با برق وارداتی از مشکلات بیرون نخواهد شد. مسئولان اتاق صنایع و معادن کشور میگویند که حکومت باید در زمینه بازار تولید کنندگان همکار باشد و اجازه برای اموال مشابهی که در افغانستان تولید می‌شود را در بندرها ندهد، تا تاجران بتوانند اموال تولیدیشان را در بازارهای داخلی عرضه کنند. رحیم الله سمندر معاون اتاق صنایع و معادن میگوید تاجران با مشکلات فراوان در داخل و خارج روبرواند، از مشکلات برق گرفته تا سوء استفاده از سیاست دمپینگ کشورهای همسایه برای تاجران افغانستان. آقای سمندر در مصاحبه با تلویزیون استقلال گفت کشورهای منطقه با افغانستان داد و ستد کمتری دارد و تعدادی از کشورها از وضعیت افغانستان سوء استفاده کرده، اموال بیشتر را وارد افغانستان کرده و بازارهای تولیدی کشور را کساد میکند. برق معضلی است که ما باید از داخل افغانستان را جور بکنیم. نمیشه صنعت کشور با برق وارداتی بچله. برق وارداتی یک راه حل درست نیست. ما تنها در کابل بیش از 200 مگاوات برق کار داریم. برای فابریکات کابلی ما تقریبا در حدود 1500 فابریکی که در کابل فعال است. شما ببینین از این 200 مگاوات ما تنها 100 مگاوات شفیران داریم. این 100 هم تقسیم است بین اهالی شهروندان کابل و صنایع. در همین حال ظاهر بهزاد استاد دانشگاه میگوید با روی کار آمدن حکومت امارات اسلامی مشکلات بزرگ ناامنی در افغانستان از بین رفته است. آقای بهزاد گفت نبود برق، تکس بلند مالیاتی، خرابی جاده ها و فرایند طولانی در ادارات گمرکی از مشکلات است که هنوز جریان دارد و باعث شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران به بیرون از افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. فرایند طولانی کارهای اداری در گمرکات از جمله مشکلاتی هستند هنوز پا برجا است برای تجاران و کسب و کاران افغانستان، که این مشکلات باعث شده است که یک تعداد از تجاران سرمایه خش را از افغانستان به کشور ثانی یا کشور دومی جهت ادامه کاروبارشان انتقال بدهند. این در حالی است که مسئولان امارت اسلامی برای تاجران و سرمایه گذاران وعده سپرده بود که مشکلات سکتور خصوصی در بخش تجارت و سرمایه گذاری را حمایت همه جانبه می کنند. نورالدین عزیزی در مصاحبه با رسانه ها گفته است که مشکلات در بنادر بیرون مرزی با کشورهای همسایه به خصوص کشور پاکستان حل شده و تاجران می توانند اموالشان را بدون تأخیری انتقال دهند. بیشتر بعضی مسائلی بود که از یک لاری به دیگر لاری دو جا و یا حتی بیشتر از دو جا پایان می شد و به مشکلات بر می خورد و بعضی از لیست های بود که مثال موانع بود از قبیل زغال و از قبیل قالین و از قبیل بعضی چیزهای دیگه که محدودیت از اون الحمدلله برداشته شد و انشالله من یقین دارم که بالای صادرات افغانستان بعد از این هیچ رقم موانع صورت نمی گیرد انشاءالله. گفتنی است که مسئولان در اتاق صنایع و معادن می گوید که آنها آماده است که برای تولید انرژی در افغانستان سرمایه گذاری کنند، اما با شرایط آسان و حمایت و تضمین از حکومت امارت اسلامی. به گفته مسئولان در اتاق صنایع و معادن، روند سرمایه گذاری به خصوص در بخش انرژی را حکومت به صورت بیش از حد پیچیده کرده که سرمایه گذار نمی تواند در مدت کم کار بالای پروژه اش را شروع کند.